بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با برنامه دیگه اومدم خدمتتون از سرنوشت غمانگیز شهرام کاشانی خواننده جوان و پرطرفداری که در اوج شهرت بر اثر اعتیاد به الکل جان خودش را از دست داد در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. شهرام کاشانی خواننده جوونی که در 47 سالگی و با هواشی بی حد و اندازه از بیماری و مرگش و رابطه و نسبت فامیلیش با گوگوش و محمود قربانی تا ماجرای کارتون خواب شدن و فقر و اعتیاد شدیدش به الکل و در نهایت مرگش همیشه جنجال ساز بوده. شهرام کاشانی معروف به شهرام کی متولد 16 تیر ماه 1353 در تهران بود. اون خواننده و آهنگساز معروف دهه 70 و 80 ایران بود و میشه اون رو به عنوان یکی از معروفترین خواننده هایی بدونیم که آهنگهاش هنوزم که هنوزه توی مراسم های شادی مثل عروسی و پارتی ها پخش میشه و همیشه پرطرفدار بوده. قطعا شهرام کاشانی یکی از پرهاشیه ترین هنرمندان در زمینه موسیقی ایرانیه. اون در خانواده ای با مشکلات عاطفی زیاد به دنیا اومد و دوران کودکی و نوجوانیش رو در ایران گذروند ولی در عواست نوجوانی به خارج از کشور مهاجرت کرد و اونجا تازه شروع مشکلاتش بود. شهرام کاشانی در تهران و در یک خانواده نسبتا مرفه به دنیا آمد. اون در محله جردن تهران در کوچه گلفشان بزرگ شد. مقطع دبستان رو در مدرسه هدف و بعد هم در مدرسه رازی درس خوند. در دوران کودکی پدر و مادرش از هم جدا شده بودند و مادرش بعدها با محمود قربانی که همسر اول گوگوش و پدر کامبیز قربانی میشه ازدواج کرد. البته که اون ازدواج هم به طلاق ختم شد. شهرام کاشانی با اینکه فامیلیش اما اصالتا ترک زبان بودند و خانواده پدریش متعلق به اردبیل بودند شهرام به همراه مادر و مادر بزرگش در 14 سالگی از مرز زمینی به ترکیه رفتن، دو سال اونجا بودند و بعد راهی مکزیک شدند و بعد به شکل غیرقانونی از مرز مکزیک وارد آمریکا شدند. اون دبیرستانش رو در آمریکا گذروند و با یادگیری ساز کیبورد و پیانو در همون دوران نوجوانی کار موسیقی رو شروع کرد بعد هم با شروع خوانندگی روی صحنه رفت اون در سال هفتاد وقتی که فقط 17 سالش بود اولین آلبوم رسمی خودش به اسم کیوان رو به بازار عرضه کرد اون در سال 73 بعد از استقبال زیادی که از آلبوم اولش شده بود دومین آلبومش با نام اتش رو وارد بازار کرد که این آلبوم یه جورایی نقطه عطف زندگیش بود. بود. چون باعث شد نگاه های زیادی به سمتش جلب بشه تا جایی که توجه ها خیلی به سمتش رفت و اون در سن کم به ثروت و شهرت زیادی رسید و موفق شد به لس آنجلس بره و اونجا زندگی کنه بعد از ورودش به لس آنجلس توی مارکت موسیقی ایرانی حسابی معروفتر و موفق تر شد کنسرت ها و آلبوم های بیشتری ارائه کرد و یکی از نقاط مهم به کارنامه هنری شهرام کاشانی رو میتونیم آهنگ های مثل دختر بندری و نازی جون دونه. که بعد هم ویدیو کلیپش حسابی سر صدا کرد و باعث شد محبوبیتش مخصوصا در ایران چندین برابر بشه تا مدت‌های زیادی موزیک پای ثابت عروسی ها و مجالس بود شهرام کاشانی توی همون اوج شهرتش تصمیم گرفت با خانومی به اسم مریم ازدواج کنه ولی خب به دلیل مشکلاتی که شهرام داشت و زندگیش رو به بیراهه میکشون زندگی مشترکش با خانم مریم خیلی دوام نداشت و مریم ازش جدا شد یکی از هواشی که شهرام کاشانی توی سالهای فعالیتش داشت ماجرای جنجالی کنسرتش در آلمان بود اون در سال 93 با انتشار ویدیویی که خیلی هم سریع در اینترنت وایرال شد با عنوان مستی شهرام کاشانی در کنسرتش در کلن آلمان آبروریزی خیلی بدی براش رقم خورد اولش خیلی از منیجر و دوستان نزدیک و همکارانش سعی بر لاپوشانی ماجرا داشتن و مدعی شدن که شهرام اصلا مشکلی نداشته و یکی از بدخوا هانش قصد خراب کردنشو داشته اونها در نوشیدنیش قرص خواباور ریختن و همون قرص باعث شده که حالش بد بشه ولی خب بعدها با خبرها و عکسها و ویدیوهای بعدی مشخص شد که شهرام به شکل شدیدی درگیر اعتیاد به الکله و همین قضیه و مصرف زیادش باعث شد بارها و بارها در مراسمها و کنسرت مختلف تعادلش رو از دست بده. اون بعد از جدایی از همسرش مدتی با خانومی به اسم غزل که ساکن آلمان بود وارد رابطه شد اما خب به خاطر اعتیاد شدید شهرام به الکل اون رابطه هم دووم چندانی نداشت بعدش هم شهرام مدتی به دوبی رفت و بعد هم به ترکیه مهاجرت کرد و باقی زندگیش رو در ترکیه گذروند توی سالهای پایانی دهه 90 ویدیوهای زیادی از شهرام کاشانی در ترکیه منتشر میشد البته که فعالیت‌های هنریش هم خیلی, خیلی کم شده بود نه آهنگی منتشر میکرد و نه کنسرتی میگذاشت ولی هر چند وقت یک بار یه عکسی در اینستاگرامش میذاشت یا لایوی میذاشت و با مخاطبینش حرف میزد هر چند وقت یک بار هم که یه عکسی از اون در ترکیه بیرون میومد که نشون میداد اصلا حال و روز خوبی نداره یا توی خیابون از حال رفته یا توی بارها و کاباره ها روی زمین ولو شده یه عکسی هم از شهرام کاشانی در سال 95 بیرون اومد که شهرام توی یکی از خیابونهای ترکیه با یه حال خیلی بد و با لباسهای نامرتب و با دمپایی نشسته که با تیتر کارتون خواب شدن و فقر شدیدش توی فضای مجازی پخش شد. که اون خودش بعدا در مصاحبه اعلام کرد که ماجرای کارتون خواب شدنش کلا شایعه بوده و اصلا هم اینجوری نبوده که فقیر شده باشه اون اتفاقاً از نظر مالی خیلی هم ثروتمنده و اون عکسش مربوط میشد به روزی که در خیابون زمین خورده بود و پاش شکسته بود و به خاطر درد زیادی که داشت یه گوشه ای از خیابون از حال رفته بود و منتظر رسیدن آمبولانس بود و اصلا ماجرای فقیر شدن و کارتون خواب شدنش رو کاملا رد کرد اما ماجرای اصلی بخت شدن شهرام کاشانی و اینکه چی شد که خواننده با اون شهرت و اسم و توی اوج زمان جوونی و معروفیتش یهو یه به اون شکل سقوط کرد و زندگیش رو کاملا نابود کرد خودش گفته که برمیگرده به اعتیاد شدید شهرام به مشروبات الکلی که این خواننده چند سال پیش در مصاحبه مدعی شده بود کسی که باعث معتاد شدن اون به مشروبات الکلی شده کسی نبوده جز منصور خواننده ای ایرانی منصور چند بار بهش گفته ده بوده برای کم شدن استرست و برای راحت تر کار کردن فقط مشروبه که راه حله و همین باعث شد شهرام هر روز و هر روز بیشتر مصرف کرد و هر روز هم اوضاعش بدتر شد تا جایی که حتی خود شهرام مدعی شده روزهایی میشد که تا ده الا 20 تا بطری مشروب میخورده و همین مصرف بیروی و زیاد مشروب باعث مشکلات شدید کبدی شد شهرام بارها در مصاحبه هاش از منصور به عنوان عامل اصلی بدبختی یاد کرد و گفت که منصور منو موتاد کرد اون باعث شد که من مشروب خور بشم خودش مدعی شده بود من تا حالا نه لب به سیگار زدم و نه هیچ وقت از نزدیک مواد مخدر حتی رد شدم و تنها آلودگی و مشکلم همین مشروب بوده ولی خب در سالهای پایانی عمرش مدعی شد که سالهاست مشروب رو ترک کرده اما مشروب دیگه در بدنش تاثیرات بدی گذاشته بود هرچند که اون در یکی از بهترین کلینیک های استانبول دوره های ترک اعتیاد رو گذرونده بود و کاملا پاک شده بود اما قسمت زیادی از کبدش از کار افتاده بود شهرام کاشانی در مورد این قضیه در مصاحبه‌ای که با مجله جوانان انجام داده بود گفته بود قصه درد سرهای من شاید از ده سال پیش شروع شد به هر مجلسی که میرفتم یه میز مخصوص مشروبات رو برای من میچیدن و اینجوری شد که من به کبدم صدمه زدم سه سال و نیم پیش که من به دوبی رفتم افراد هم در مشروب خوری هر روز بیشتر میشد و در نهایت در تیر ماه سال 1400 شهرام کاشانی به دلیل از کار افتادگی کبد در بیمارستان آجیبادم شهر استانبول در ترکیه بستری شد و در طی اون دوره به ویروس کرونا هم مبتلا شد که با درگیری شدید ریش اون به کما رفت. سرانجام هم در شیشم مرداد 1400 در اثر بیماری کبدی و همزمان هم مبتلا شدنش به کرونا در سن 47 سالگی درگذشت. پیکرش بعد از یک هفته به سفارت آمریکا تحویل داده شد و سرانجام در نزدیکی مزار ویگن به خاک سپرده شد. شهرام کاشانی در بین سالهای 70 تا 85 که اوج زمان کارش بود، هشت آلبوم منتشر کرد. که از اونها میشه به کیوان، اتش، هوس دوستان، رنگ عشق، خوشحالم و گیم اشاره کرد. روحش شاد و یادش گرامی. مرسی که تا پایان این ویدیو هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، از پایین همین ویدیو و با زدن سابسکرایب و زنگوله کنارش با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر مطلع بشید.